به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید تا اگر سوالی دارید از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره ما هست دو سف و چهار هفتصد و هشتاد و چهل شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اما شاگردای عزیز و نازنین در جلسه 11 هم از فیزیک سنف هشتم قرار داریم قصد داریم که فصل جدیدی را با نام قوه ها موارد بررسی قرار بدیم فصل پنجم ما هستم در این جلسه یک یادآوری داشته باشیم بر قوه شناخت قوه ها رو بررسی کنیم که در سنف های قبل هم بررسی کردیم شاید شما فراموشتان شده باشه و همچنین جمع قوه ها یا محصله قوه ها رو مورد بررسی قرار می دهیم اما قبل از شروع درس مروری بر درس جلسه قبل که میشه فصل قبلی در فصل قبلی فصل چهارم که برق ساکن بود ما صحبت های رو داشتیم یک آله بسیار مهمی که مورد بررسی قرار دادیم الکتروسکوپ بود دیگه خب الکتروسکوپ کارش چی بود الکتروسکوپ کارش این بود که میتونست چارج دار بودن یا نبودن یک جسم به ما مشخص کنه نوع چارج مشخص کنه و هادی یا آیق بودن اجسام هم مشخص کنه یک چند تا نکته تکمیلی هم در رابطه با الکتروسکوپ خدمت شما عزیزان بگیم که این بحث کاملا جمع شده پس به تخت سیاه خوب توجه کنید خب ما الکتروسکوپ برای شما ساختارش رسم کردیم دیگه الکتروسکوپ به این صورت بود یک بدنه فلزی داره این جلو شیشه که ما مشاهده کنیم بدنش فلزیه خب این الکتروسکوپ ما یک کلاهک داره این کلاهک میشه کلاهک الکتروسکوپ این کلاهک گفتیم که با استفاده از یک میله هادی که معمولا از جنس برنچ هست پس میله هادی میشه دیگه ساخته شده یک ورق طلا هم ما اینجا داریم پس این میشه ورق طلا سیسته پس ساختار کلیش به این صورت دیگه یک بدنه فیلیزی داره، جلوی شیشه داره که ما داخل مشاهده کنیم، یک کلاهک داره، فلیزی کلاهکش، یک کلاهک از طریق یک میله هادی که معمولا از جنس برنج ساخته میشه، به داخل الکتروسکوپ راه داره و در دا کنار این میله هادی ما یک میله دیگه داریم که از جنس طلا هستن. صحیح است؟ این ساختار الکتروسکوپ بود که ما در جلسات قبل با ساختار از این آشنا شدیم. اما تو سه تا نکته تکمیلی قصد داریم در رابطه با الکتروسکوپ خدمت شما عزیزان بیان کنیم که فصل قبل کلا برای ما اتمام شود خب نکته اول اینه که ما چگونه میتونیم یک الکتروسکوپ چارجدار کنیم ما در رابطه با روش های چارجدار کردن اجسام خدمت شما عزیزان صحبت کردیم دیگه خب روش هایش چی بود؟ یک روش مالش بود دو روش تماس بود و سه هم روش القا بود خب ما قصد داریم یک الکتروسکوپ چارج کنیم اولین روش که خدمت شما از دادن توضیح میدیم روش القای خب میره رو روی تخته سیاه با هم دیگه بررسی کنیم خب شاگرد عزیز یک الکتروسکوپ داریم قصد داریم این الکتروسکوپ از طریق القا چارج کنیم خب چیکار انجام میدیم یک میله را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک میکنیم فرض کنید یک میله داریم یک میله هادیه به این صورت نزدیک میکنیم نمیچسبانیم ما تماس نمیدیم نزدیک میکنیم این میله ای ما دارای چارج های منفی هستن سعیسته وقتی که این میله هادی را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک میکنیم الکترون هایی که روی از این کلاهک قرار دارد چون هم نو میشه با میله ای ما قصد دارن فرار کنن دیگه پس اینا از روی کلاهک فرار میکنن چگونه رای فرارش کجای از طریق همین میله دیگه از طریق این میله هادی فرار میکنن پس این میله هادی ما چارجش منفی میشه این ورق تلا هم که اینجا هستن چارجش منفی میشه و چون الکتروسکوپ این کلاهک الکتروسکوپ ما الکتروناش فرار کرده پس این چارجش مثبت میشه دیگه صحیح شد پس کلاهک مثبت شد اما این میله هادی و این ورقه تلا چارجش منفی شد یعنی هم شد با این میله جر... هادی ما سعی سعی میشه چارجدار کردن یک الکتروسکوپ از طریق القا اما روش دوم چیه؟ چارجدار کردن الکتروسکوپ از طریق تماس است. این با هم دیگه بررسی کنیم. باز هم یک الکتروسکوپ داریم شاگرد عزیز در این قسمت قصد داریم از طریق تماس این الکتروسکوپ چارج دار کنیم چی کار انجام میدیم میگیم که یک میله میله هادی که مثلا چارج منفی داره تماس میدیم با کلاهک الکتروسکوپ در حالت قبلی که روش القا بود ما این میله نزدیک کردیم دیگه اینجا تماس میدیم وقتی که تماس میدین شما این میله که چارج منفی داره با کلاهک الکتروسکوپ در نتیجه الکترون های روی میله منتقل میشه به کلاهک الکتروسکوپ و همچنین از طریق میله هادی به پایین انتقال پیدا میکنه و شما ببینید که هم کلاهک هم میله فلزی و این ورقه طلا هم که چارج منفی گرفتن و هم نو شدن با این میله هادی که ما در اینجا داشتیم فرقش با حالت قبل شما فهمیدین دیگه در حالت قبل اول ما این میلر نزدیک کردیم تماس ندادیم و شما دیدین که کلاهک ما چارجش مثبت شد این میله و ورقه چارجش منفی شد و هم نو شد با میله اما در حالت شما میبینید هم کلاهک چارجش منفی شد هم این دوتا میله ما هم میله هادی و هم ورقه طلا یعنی همگی اینها چارجش هم شد با این میله که ما تماس دادیم با کلاهک الکتروسکوپ پس هم شد روش دار کردن یک الکتروسکوپ از طریق تماس دیگه سعی خب موضوع بعدی که در رابطه با الکتروسکوپ قصد داریم که بررسی کنیم که یک الکتروسکوپ چگونه نوع چارج یک جسم مشخص میکنه دیگه برای ما میگه که آیا این جسم ما چارجش منفیه یا چارجش مثبت هست خب بیرم با هم دیگه یک بررسی داشته باشیم خب باز هم شما یک ساختار الکتروسکوپ اینجا میبینید این الکتروسکوپ ما از قبل چارجدار شده یا ما با روش القا یا با روش تماس الکتروسکوپ چارجدار کردیم فرض کنید که کلاهک از الکتروسکوپ ما چارجش مثبت است دیگه سعی خب ما قصد داریم با استفاده از این الکتروسکوپی که چارجدار شده از قبل مشخص کنیم یک میله داریم این میله ما نوع چارجش نمیدانیم که این میله آیا چارجش مثبت یا چارجش منفیه قصد داریم نوع چارج از این مشخص کنیم چی کار این میله را نزدیک میکنیم به کلاهک الکتروسکوپ خب وقتی که شما این را نزدیک کنید به کلاهک الکتروسکوپ این پایین نگاه میکنید اگر این دوتا میلهی ای که اینجا دارین یعنی ورق طلا و این میله برنجی که اینجا قرار داره اینها از همدیگه دور شدن نتیجه میگیریم که چارج از این جسم ما هم نه با چارج الکتروسکوپ یعنی چارجش مثبته مثبت با مثبت یک جا شده هم نه شده هم نه هم, هم دیگه رو دفع پس این میله ها از همدیگه فاصله می‌گیرن. اما اگر شما این جسم نزدیک کردید به کلاهک الکتروسکوپ و مشاهده کردید که این دو تا میله یعنی ورقه طلا و میله برنجی که اینجا قرار داره اینها به همدیگه نزدیک شدن نتیجه میگیریم که این چارجش منفیه یعنی مخالف چارج کلاهک الکتروسکوپ که باعث شده چارج های ناهمنام یا ناهمنو همدیگر را جذب کنه و این دو تا میله به همدیگه نزدیک شود پس ما از این طریق میتونیم که نوع چارج یک جسم را از طریق یک الکتروسکوپی که از قبل چارج دار کردیم مشخص کنیم خب شاگردای عزیز ما در رابطه با الکتروسکوپ نکات تکمیلی را خدمت شما عزیزان گفتیم میریم وارد درس جدیدمان میشیم با موضوع قوه ها خب شما در سنف های قبل با قوه آشنا شدید قوه به معنای زور بازو یا قوت هست دیگه اما از لحاظ فیزیکی اگر بخوایم که یک قوه را تعریف کنیم چه قسمی تعریف میکنیم؟ میگیم که قوه عاملی هست که باعث حرکت اجسام میشه یا باعث توقف اجسام میشه یعنی هم میتونه یک جسم به حرکت در بیاره هم میتونه یک جسم متوقف کنه باعث تغییر شکل یک جسم میشه یا باعث تغییر سرعت یک جسم میشه یا باعث تغییر جهت یک جسم میشه پس قوه عاملیه که میتونه چند تا کار با... چند تا کارا انجام بده دیگه سیسته خب این تعریفی بود که در سنفای قبل هم بازی موضوع آشنا شدیم اما شما یادتان هست که واحد قوه چی بود یه به ما بگین تا ما روی تخت سیاه برای شما عزیزان بنویسیم دیگه اولا که همه جا ما قوه را با F نمایش میدیم حواستون باشه در فیزیک که این مختصر یا مخفف کلمه فورس و معنای قوه در انگلیسی هست دیگه سیسته پس قوه خود قوه را ما با F نمایش میدیم واحد اندازه گیری قوه خدمت شما عزیزان بیان کردیم که چی بود؟ نیوتن بود آفرین بر شما که یادتان هست و نیوتن هم با این نمایش میدیم دیگه مثلا میگیم که قوه 50 نیوتن قصد داریم که نمایش بدیم پس میگیم که f مساوی با 50 نیوتن صحیحسته؟ این میشه نمایش یک قوه از لحاظ فیزیکی خب حالا که شما با قوه آشنا شدید یک سوال که سوال کانکور هم بوده با هم دیگه بررسی کنیم گفته یک قوه میتونه یک جسم را به حرکت آورد و سبب یک کم و زیاد شدن کتله جسم شود دو انعکاس و انکسار جسم شود سه تغییر شکل و سمت حرکت جسم شود چهار تغییر رنگ جسم شود این سوال بارها در سوالات کانکور تکرار شده ما فرم های مختلف کانکوری که بررسی کردیم این سوال چند بار تکرار شده بود خب یک قوه میتونه یک جسم را به حرکت آورد و آفرین بر شما گزینه سوم باعث تغییر شکل و سمت حرکت یک جسم شود این میشه تعریف قوه شاگردای عزیز موضوع بعدی که قصد داریم بررسی کنیم شاگردای عزیز ما یاد گرفتیم که قبلا همین موضوع رو بررسی کردیم اینها را جهت یادآوری خدمت شما عزیزان بیان میکنیم کمیت های فیزیکی به دو دسته تقسیم میشه کمیت ها یا اسکالرن، یا ویکتوری هستن خب کمیت های اسکالر کمیتهایی هستند که فقط مقدار دارند. مثلا میگیم که کتله یک جسم ده کیلوگرم فقط مقدار داره دیگه چیز دیگه ای نداره یا درجه حرارت امروز کابل سی درجه فقط مقدار داره اما یک کمیتهایی هستند که علاوه بر مقدار جهت هم دارند. مثلا سرعت یک جسم سی کیلومتر بر ساعت در جهت شرق جهتش برای ما مهم است دیگه سیسته یا مفهوم شتاب یا تعجیل اینها همگی کمیتهای کمیت های ویکتوری هستند. به عنوان یک کار خانگی شاید عزیز این حتما برای ما انجام بدید یک لیست تهیه کنید از کمیت های فیزیکی بازی کمیت ها را تقسیم بندی کنید بگید که کدام کمیت ها کمیت های و کدام کمیت ها کمیت های ویکتوری هستند حتما این فعالیت برای ما انجام بدین و به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ما حتما ای سوال مورد بررسی قرار بدیم خب با توجه به مطالبی که گفتیم الان قصد داریم به این سوال پاسخ بدیم که قوت چنو کمیتیه آیا یک کمیت اسکالر است یا یک کمیت ویکتوری به نظر شما قوت چی نه و کمیتیه خب برای پاسخ دادن به این سوال شما یک توپ فوتبال در نظر بگیرید شما وقتی که به این توپ فوتبال ضربه وارد میکنید با پایتون این توپ شروع به حرکت میکنه یا سرعتش زیاد میشه دیگه پس شما یک قوه مال کردید طبق تعریفی که از قوه داشتیم خب ولی شما میتونید که این توپ از این سمت چپ زمین فوتبال به سمت راست انتقال بدید و یک بازیکن دیگه پاس بدید یا به سمت جلو ایبر پاس بدین یا به سمت عقب پاس بدین پس شما میتونید اینجا چیکار کنید یک جهت را تعریف کنید دیگه پس علاوه بر مقدار جهت هم داره پس یادتان باشه شاگردای عزیز قوه یک نو کمیت ویکتوریه این حتما به خاطر داشته باشید خب چند تا سوال با هم دیگه حل کنیم گفته که قوه نوعی کمیت جای خالیه آفرین بر شما طبق دستبندی که ما از کمیات ها کردیم گفتیم یا اسکالرن یا ویکتوری پس یاد هم گرفتیم قوه یک نوع کمیت ویکتوری سوال دو قوه هم دارای نقطه چین و هم دارای نقطه چین است خب قوه هم دارای مقداره و هم دارای جهت دیگه فهمیدین سوال سه قوه رو باید جای خالی نشان می دهیم که جای خالی آن نشاندنده مقدار قوه و جای خالی آن نشاندنده جهت قوه خب این سوال با هم دیگه ببینیم روی تخته خب شاگردای عزیز قوه چون یک نوع کمیتی وکتوریه پس ما همیشه قوه را با یک وکتور نمایش میدیم دیگه وکتور در ریاضی شما یاد گرفتید که دارای دو تا نقطه نقطه A میشه مبدع وکتور و نقطه B هم میشه نقطه انجام ویکتور دیگه است و طول این ویکتور هر چه که بود نشان مقدار قوه ما هست پس این گفته قوه رو با یک جای خالی نشان میدیم قوه رو با یک وکتور نمایش میدیم که جای خالی آن نشان مقدار قوه گفتیم که اندازه این وکتور ما نشان مقدار قوه و جهت از به هر سمتی که بود جهت از هم جهت قوه نشان میده دیگه صحیح است شد از جواب سوال سوم ما خب سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم گفته قوه های زیر را رسم کنید قوه 10 نیوتن در جهت شمال 14 نیوتن در جهت جنوب غربی 20 نیوتن در جهت شرق خب این سوال با هم دیگه حل کنیم ما یاد گرفتیم که قوه یک کمیت ویکتوریه پس علاوه بر مقدار جهت هم داره قسمت اول گفته قوه 10 نیوتن در جهت شمال ما جهت ها رو همیشه یادمان باشه دیگه به این صورت دیگه شمال میشه یه قسمت جنوب میشه غرب و یه قسمت هم که سمت راست شرق میشه دیگه خب گفته ده نیوتن در جهت شمال پس به این صورت میشه اف مسای با ده نیوتن جهتش هم شما میدین که به سمت شمال هستن 14 نیوتن در جهت جنوب غربی جنوب غربی اینجا جنوب اینجا هم غرب پس جنوب غربی به این سمت میشه جنوب غربی و مقدارش هم به ما داده 14 نیوتن 20 نیوتن در جهت شرق شرق به این سمت دیگه پس میشه F مساوی با 20 نیوتن در جهت شرق این جهت ها را حتما حواستان باشه که ما باز در صنف های بعدی که در قسمت تجزیه قواه ها کار خواهیم کرد که یک موضوع بسیار مهم است از این جهت ها استفاده میکنیم در تجزیه قواه ها ما یاد میگیریم قواه هایی که در جهت همدیگه نباشه اینها را باید تجزیه کنیم تا بتوانیم محصله اینها را دریافت کنیم یک موضوع دیگر داریم به نام محصله قواه ها یا جمع قواه ها تعریفش به این صورت اول تعریف ببینیم گفته به حاصل جمع ویکتوری چند قوه وارد بر یک جسم که به تنهایی اثر آنها را داشته باشد قوه محصله گفته میشه یادتان باشه شاگردای عزیز اول تعریف چی گفته حاصل جمع ویکتوری یعنی شما باید حتما قواه ها را به صورت ویکتوری با قوانینی که در ویکتور هسته جمع کنید به صورت عددی با همدیگه جمع نکنید که اشتباه هستند حالا محصله قوا رو با هم بیشتر بررسی کنیم بیشتر یاد بگیریم خب شاگرد عزیز فرض کنید که ما یک جسم داریم است؟ یک طفل یک فردی که کوچک هستن قوه F 1 مساوی با پینجان نیوتن به این جسم وارد میکنه و قصد داره که جسم کش کنه ولی نمیتونه یک تفل دیگه کمک از این تفل میه و F2 قوه C نیوتن وارد میکنه و این دو نفر با هم که این جسم در یک جهت کش میکنن جسم شروع به حرکت میکنه خب یک فرد دیگه که بزرگ سال هسته همه قوه رو به تنهایی وارد میکنم میگم من قوه اف 3 مساوی با 80 نیوتن وارد میکنم و یه جسم به حرکت در میارم اینجا دو تا قوه وارد کردیم جمعش میشه 80 تا اما اینجا یک دانه قوه وارد کردیم که جمعش که همون 80 تایه که این یک دانه قوه کاری دو تا قوه رو با هم انجام میده دیگه صحیح است این یک نفر کاری دو نفر رو با هم انجام میده پس به قوه ای که میتونه کار بقیه قوه ها رو با هم انجام بده محصله قوه ها گفته میشه که ما این محصله قوه ها رو باید از طریق جمع وکتوری دریافت کنیم که ما دو موردش خدمت شما عزیزان بیان میکنیم موارد بعدی رو انشاءالله در های بعدی با هم یاد میگیریم حالت اول در حالت اول قوه هایی که بر یک جسم وارد میشن در یک جهتن همین مثالی که در نظر گرفتید یک قوه F1 به این سمت وارد شده یک قوه F2 باز هم به این سمت وارد شده این دو تا قوه هم جهته هر دوش به سمت شرق به ای جسم وارد شده پس میگیم اگر محصله قوه ها را اینجا از ما خواستن کافی این دو تا رو با هم دیگه جمع کنیم میگیم که F که میشه محصله قوه ها برابر میشه با F1 جمع F2 چرا کار انجام بدیم چون که هر دو قوه در یک جهت هستند. خب مثال بزنیم مثلا اگر قوه F1 شما برابر با 100 نیوتن باشه و قوه F2 شما مثلا برابر با 88 هشت نیوتن باشه سعیسته؟ خب به شما میگه F1 100 نیوتن F2 88 هشت نیوتن محصله قوه ها رو دریافت کنید شما نگاه میکنید که هر دو قوه وقتی که همجهت جهت هستن در یک جهت هستن من ای دو تا قوه رو با هم دیگه جمع میکنم پس میگم که محصله قوه ها برابر میشه با یک ست جمع هشتاد و هشت که برابر با یک ست و, هشتاد و هشت نیوتن میشه سعیسته؟ این حالت اول پس قوه ها چیه؟ در یک جهت هستن خب حالت دوم چی میشه؟ در حالت دوم قوه هایی که بر یک جسم وارد میشه مختلف الجهت هست. یعنی یک قوه F1 به این سمت وارد شده که برابر با مثلا 90 نیوتن یک قوه دیگه F2 به این سمت وارد شده که برابر با 50 نیوتن است شما به شما بیان میکنن میگن محصله قوه ها رو دریافت کنید و شما وقتی به شکل نگاه میکنید قوه F1 به سمت شرق وارد شده اما قوه F2 به سمت غربه اینها مختلف جهت هستند جهت هاش با هم دیگه فرق میکنن در این حالت ما باید قوه ها را از هم کم کنیم یعنی قوه کوچکتر از قوه بزرگتر کم کنیم پس میگیم که محصله قوه ها به این صورت میشه که F1 منفی F2 F1 ما 90 نیوتنه منفی. اف دو هم پینجا نیوتنه که از هم کم کنیم برابر با چهل نیوتن میشه دیگه سهیسته پس محصله قوه ها چهل نیوتن شد اما در کدام جهت سهیسته ما یک قوه محصله اینجا دریافت کردیم اما در کدام جهت آفرین بر شما در جهت قوه بزرگتر دیگه سعی شد پس قوه محصله در این صورت به اف مساوی با چهل نیوتن هست که به سمت شرق یعنی به سمت قوه بزرگتر هستند. پس در حالت دوم شاگرد عزیز وقتی که قواه ها مختلف جهت بود شما قوه کوچکتر از قوه بزرگتر کم کنید تا معصله قواه دریافت شود حالا اگر از شما سوال پرسان شد که این معصله قواه ها جهتش در کدام سمته شما نگاه کنید کدام قواه بزر... بزرگتره بزرگتر دیگه نگاه میکنیم قوه F1 که به سمت شرق است بزرگتره پس جهت یه قوه محصله ما میشه به سمت شرق دیگه این دو حالت که در این صنف آمده ما مورد بررسی قرار دادیم حالت های دیگه که باز زاویه‌دار میشه یه قوه وارد بر یک جسم در سنف های معدی مورد بررسی قرار خواهیم داد خب شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد یک کار خانگی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم این سوال حتما برای ما حل کنید و به شماره 2964 780 255 برای ما ارسال کنید خب این سوال چی هسته به تخت یا نگاه کنید سوال به این صورته که در هر شکل محصله قوه رو برای ما دریافت کنید شکل اول به این صورته خب یک قوه به این سمت وارد شده F1 مساوی با 120 نیوتن یک قوه F2 وارد شده مساوی با 50 نیوتن و یک قوه F3 هم وارد شده به جسم ما مساوی با 22 نیوتن خب یک قوه بر جسم وارد شده شما محصله قوه ها را برای ما دریافت کنید سوال بعدی رو ببینیم یک شکل دیگه دارم به این صورت یک قوه به سمت پایین وارد شده F1 مساوی با 240 نیوتن یک قوه به سمت بالا وارد شده F2 مساوی با 82 نیوتن سعی است در شکل هم شما معصله قوه ها را برای ما دریافت کنید و همچنین در هر کدام به ما بگین که جهت قوه محصله به کدام سمت این جهتش هم حتما برای ما مشخص کنید این سوال هر کنید و برای ما ارسال کنید خب شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما هم به اتمام رسید تا درس جلسه آینده همه شما عزیزان به پاک میسپارم موفق، پیروز و سربلند باشید.